سرخط خبرها: شکست گروه طالبان در جنگ اندراپا، اعلام موجودیت چریکی های شورای عالی مقامت بر رهبری عطا محمد نور در پروان، جبهه تازه امرالاصاله به فعالیت آغاز کرد، غنیمت های فراوان امشب به دست نیروهای جبهه مقاومت افتاد، اکمالات جبهه مقاومت از کشور ازبکستان صورت گرفت، کشف ده ها کیلوگرم چرس از یک محموله کچلو در مرز افغانستان و ازبکستان، و متقی در نشست همسایگان افغانستان به چین دعوت شد. با یاد خدا به مجموعه خبری مهم این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر این ویدیو با ما باشید. متقی در نشست همسایگان افغانستان به چین دعوت شد. وزارت امور خارجه چین تاریخ دقیق نشست همسایگان افغانستان را اعلام و از امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان نیز برای شرکت در این نشست دعوت کرده است. سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه 8 عمل در یک نشست خبری تاریخ دقیق نشست همسایگان افغانستان در چین را مشخص کرده و گفته است که قرار است دور سوم نشست همسایگان افغانستان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته برگزار شود. وزارت خارجه چین همچنان گفته است که انتظار داریم این نشست سبب حمایت بیشتر جامعه جهانی از افغانستان شود و افزوده است که جامعه بین‌المللی باید از امریکا بخواهد که مسئولیت اصلی بازسازی اقتصاد افغانستان را به صورت واقعی به دوش بکشد. با باور سخنگوی وزیر خارجه چین، وضعیت افغانستان اکنون در حال گذر از حرج و مرج به نظم است و مردم افغانستان با چالش‌های متعدد داخلی و خارجی روبرو هستند که نیاز به حمایت بیشتر دارند. او همچنان گفته است که چین و همسایه‌های افغانستان تلاش می‌کنند تا یک ساختار سیاسی باز و فراگیر در افغانستان ایجاد شود. مبارزه با تروریسم و انتخاب سیاست‌های معتدل و مدبرانه داخلی و خارجی از سوی افغانستان به قول سخنگوی وزارت خارجه چین از انتظارات چین است. قرار است نمایندگان پاکستان، ایران، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در سومین دور نشست همسایگان افغانستان شرکت کنند که دور اول آن در پاکستان و دور دوم آن در ایران برگزار شده بود. کشف ده‌ها کیلوگرم چرس از یک محموله کچلو در مرز افغانستان و ازبکستان. کمیته دولتی گمرکات ازبکستان از کشف نزدیک به 155 کیلوگرم چرس که در یک محموله کچلو جاسوسی شده بود در مرز بین افغانستان و ازبکستان خبر داده و گفته است که این کچلو به قزاقستان منتقل می شد. بر بنیاد گزارش ها، سرویس مطبوعاتی کمیته دولتی گمرکات ازبکستان سه‌شنبه 9 حمل اعلام کرد که پلیس ازبکستان تقریبا 155 کیلوگرم چرس را در تاشکند کشف و ضبط کرد که در پوشش کچلو از افغانستان به قزاقستان منتقل می شد. کمیته گمرکات ازبکستان همچنین گفته است که در منطقه سرخا در مرز ازبکستان و افغانستان در جریان بازرسی از یک موتر باربری که بر اساس اسناد و مدارک پیش از 22 تن کچلو از طریق آن به قزاقستان منتقل می شد از سوی کارمندان کمیته دولتی گمرکات و اداره مرزی ازبکستان مشکوک شد. کمیته گمرکات دولتی در اعلامیه به رسانه ها گفته است هنگامی که 33 بوجی باز شده 1305 بسته که به شکل کچلو پنهان شده بود کشف شد. این بسته ها حاوی 154 کیلو و 90 گرم چرس بود. در این خصوص پرونده جنایی تشکیل شده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. پیش از این نیز پلیس ازبکستان تقریبا 80 کیلوگرم تریاک و چرس را در منطقه تاشکند کشف و ضبط کرده بود که این مواد نیز در یک مینی بوس تحت پوشش کچالو حمل می شد. شکست گروه طالبان در جنگ اندراپا. منابع از شکست جنگجویان گروه طالبان در برابر نیروهای جبهه مقاومت ملی در اندراب ولایت بغلان خبر می دهند. با گزارش سپوتنیک به نقل از آماج، منابع محلی میگویند که با وجود تلاش‌های جنگجویان گروه طالبان و هجوم گسترده به اندراب‌ها، آنها با دادن تلفات سنگین در این جنگ شکست خورده و مجبور به عقب‌نشینی شدند.
پیش از این صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان از کشته شدن 8 جنگجوی گروه طالبان در این درگیری خبر داده بود. گروه طالبان تا اکنون در این باره دیدگاهشان را بیان نکرده است. یادآوری میکنیم که تا اکنون چندین جبهه برای مبارزه با گروه طالبان اعلام موجودیت کردند. اعلام موجودیت چریکی های شورای عالی مقاومت به رهبری عطا محمد نور در پروان. پس از سرپل و سمنگان، چریکی های شورای عالی مقاومت به رهبری والی پیشین ولایت بلخ در پروان اعلام موجودیت کردند. و گزارشی سپوتنیک به نقل از آماج نیوز، چریکی های شورای عالی مقاومت به رهبری عطا محمد نور والی پیشین ولایت بلخ پس از سرپل و سمنگان در ولایت پروان اعلام موجودیت کرده و میگویند که پس از هدایت آقای نور، حمله های تهاجمیشان را آغاز می کنند. پیش از این، در ولایت سرپل و سمنگان نیز چریکی های از مقاومت در برابر طالبان به رهبری عطا محمد نور نیز اعلام موجودیت کرده بودند. یادآوری می کنیم که تا اکنون چند جبهه برای مبارزه در برابر گروه طالبان اعلام موجودیت کردند، اما تا اکنون به شکل جدی درگیری ها با این گروه آغاز نکرده و تنها دست به یورش های چریکی می زنند. طالبان شناسایی و پس از شناسایی. خبرگزاری افاق انتظار می رود که طالبان با کسب شناسایی رسمی از سوی کشورهای جهان فشارها به مردم افغانستان را افزایش دهند، محدودیت ها را تشدید کنند، گام های بلندتر و مصونتر را برای سلب آزادی های اساسی بردارند، نظام سیاسی، قومی و ایدئولوژیک خود را بر همه اقشار جامعه تحمیل کنند و قوانین سختگیرانه ای پیشین که برگرفته از خوشنط های منحصر به فرد و تحکیم آمیز از مبانی شریعت است را احیا کرده و مسیر بازگشت خود به گذشته را هموارتر سازند. جبهه تازه امرالله‌صالح به فعالیت آغاز کرد. نظام چری به دستور امرالله‌صالح کارش را در بازارک پنجشیر آغاز نمودند. همچنان غنیمت‌های فراوان امشب به دست نیروهای جبهه مقاومت افتاد. جبهه مقاومت از گرفتن غنیمت از سوی گروه ابوجهل در اندراب‌ها گزارش داده است. همچنان اکمالات جبهه مقاومت از ازبکستان صورت گرفت. اکمالات جبهه مقاومت توسط تیاره‌های حکومت قبلی که به ازبکستان رفته بودند آغاز شد. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه ایتان.